بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرانقدر به درس روز 13 بخش دوم خوش آمدید. در بخش اول درس روز 13 ما شما روی ثبت کردن یا ریکارد کردن ترانزیکشن های اکسپنس و اینکم کم زدیم. ما شما چه قسم ریکارد میشن، بالانس شیت هم کمی کار کردیم، اینکم استیتمنت هم کار کردیم. ما شما اگر باید داشته باشیم در درسی که به نام فاندامنتال آف اکاونتینگ تیوری ما شما میخوانیم، در اوجه ما شما جورنال گپ زدیم، لیجر گپ زدیم، ترایل بالانس گپ زدیم، فاینانشل استیتمنت گپ زدیم. آلی امروز روی زو عملی ما کار میکنیم. خب ما اگر شما متوجه باشین چندین دانه ترانزکشن ریکارد کردیم، مثلا ترانزکشن های مصارفات بود و عایدات بود. آلی ما میخواییم ببینیم که اینی ترانزکشن ها چه قسم کویک بوکس از این لیجر جورنال جور میکنن، بعد از او لیجر جور میکنن و بعد از او ترایل بالانس جور میکنن. خب به خاطر از اینکه اگر شما را یک کس بگه که بیادر اینمی ترانزکشن هایی که ریکارد کردین شما جورنال زیرا برای ما نشان بدین چه قسم ریکارد شدن، پس به خاطر پیدا کردن جورنال از ما شما میام در ریپورت دا اکاونتنت ان تاکسس دا اینجا که آمدین ببینین شما دست راست یک کماند است به نام جورنال، روی از اینکه کلیک کنین تاریخ انتخاب کنین، من آل انتخاب میکنم. آل که انتخاب کردم دا اینجا اگر شما ببینین امرای موال ترانزکشن نمبر هست، تمام ترانزکشن ها را نمبر میده. ما شما چند ترانزکشن ریکارد کردیم؟ 11 ترانزکشن تو فعلا ریکارد کردیم. و در این طرف تایپش هست، و در این طرف تاریخش هست، در اینجا نمبرش هست، و در اینجا میمو و معلوماتش هست که مثلا چیز انفورمیشن که ما نوشته کردیم، و در اینجا اکاونت هایی که دیبیت و کردیت شده. ببینین با تاریخ 2/20 مای دوم تاریخ 2020 که هست ما شما یک دیپوزیت کردیم، صحیح است؟ در کمپانی ماش که هست پول دیپوزیت شده، در کدام اکاونت؟ در ای آی بی بانک اکاونت. چقدر پول دیپوزیت شده یا دیبیت شده؟ 300,000 افغانی. و چی کردیت شده؟ اوپنینگ بیلنس سیکیوریتی ما شما کردیت شده، تاریخش هم نشان میده مکمل. بعد از او از طریق جنرال انتری ما یک ترانزکشن دیگه ریکارد کردیم با تاریخ 29/2. چی کردیم؟ اکسپنس اکاونت که به نام کمپیوتر اند انترنت اکسپنسز ای دیبیت شده، وی پول از چی پرداخت شده؟ از ای آی بی بانک اکاونت کی بس چی شده؟ کردیت شده. به این شکل اگر شما ببینید تمام ترانزکشن ها را برای ما در اینجا معلوماتش نشان میده کدام اکاونت دیبیت شده، کدام اکاونت کردیت شده. در پایین اگر شما متوجه باشین ما چندین دان اکاونتی انکم اکاونت هم ریکارد کردیم در اینجا، صحیح شد؟ مثلا در اینجا ببینین ترانزکشن نمبر 8 که هست از طریق جنرال انتری به اینمی تاریخ ما چی کردیم؟ کیش اکاونت ما 100,000 افغانی دیبیت شده و در مقابل از چی کردیت شده؟ اکسل اکاونتینگ کیو در حقیقت انکم ما شما ما یک ترنینگ پروواید کرده بودم و در اینجا معلوماتش برای ما نشان میتن اونو ترانزکشن هایی کست. پس تمام ازیا برای ما در اینجا چی میکنه؟ نشان میتن. و دیبیت سایت در اینجا مجموعان شما ببینید با کردیت سایت ما شما چیست؟ مساویست. بر اندازه که پول دیبیت شده به مو اندازه پول پس چی شده؟ کردیت شده. ای بود امرای ما شما جورنال که ما شما گپ زده بودیم. در کویک بوکس خوبیش اینه میست که خود کامپیوتر کویک بوکس چی میکنه؟ جورنال جور میکنه برای ما شما وقتی که ترانزکشن ریکارد میکنیم. در این قسمت نام کمپانی ما شما است، در بالا نوشته کده جورنال و در اینجا آل نوشته کده. خب اگر تاریخ شما تغییر بتین هم میتونید تغییر بتین. میم سر لیجر ما شما این جورنال بود، اولین کار چیسته؟ جورنال است که به نام اوریجینال بوک آف انتری یاد میکنه. بعد از میم در ریپورت به خاطر از اینکه ما بخویم که لیجر را ببینیم، در اینجا ببینیم یک کماند است به نام جنرال لیجر. یک جنرال لیجر است، یک لیجر است. اگر ما مشخص به یک اکاونت یک لیجر جور کنیم، او را به نام تنها لیجر یاد میکنه. جایی که تمام لیجرها یک جای میشه، او را به نام جنرال لیجر یاد میکنه. پس ایره ما کلیک میکنیم، شما ببینید ما در اینجا آل انتخاب میکنم. آل که انتخاب کردم تمام اکاونت هایی که در چارت اف اکاونت همراه ما شماست برای زوی جا لیجرهایش نشان میده برای من. فرض مثال لیجر ای آی بی بانک را ببینید، در اینجا در ای آی بی بانک اکاونت ما شما یا لیجر ما شما که هستن به اینی تاریخ که هست یک اول دیپازیت شده 300,000 افغانی، او اوپنینگ بیلنس هستن اینجا معلوماتشان برای ما نشان میده. بعد از او از امی اکاونت که از 300,000 افغانی 5,000 کردیت شده کم شده به خاطر اینی مصارفات، بعد از او دیگه کردیت شده 30,000 افغانی، بعد از او 10,000 افغانی، بعد از او 120,000 که مجموعاً برای ما میگه که اینقدر 299,000 افغانی کردیت شده و تقریبا 80,000 افغانی چی شده؟ 80,000 افغانی، خب نه 80 لگ افغانی دیگه چی شده؟ دیبت شده. این کردیتش هست و این
دیبیتش هستن. یعنی 300 هزار افغانی یک دفعه اوپنینگ بالانس دیبیت شده دی و بعد از او 500 هزار افغانی که از کش اکانت ما شما ترانسفر کرده بودیم ایده چی شده دیبیت شده مکمل 8 لک افغانستان و 2 لک و 9 هزار افغانی از این کردیت شده. بالانس از چقدر هستن؟ 5 لک و 91 هزار. چه قسم بالانس هستن؟ دیبیت بالانس هستن. صحیح شد. به مو شکل کش اکانت ما شما را ببینید. در کش اکانت ما شما اول ما هیچ پول اوپنینگ بالانس نداشتیم. 100,000 افغانی از طریق اکسل اکاونتینگ دی دیبیت شده. دیبیت شده. بعد از او 220,000 افغانی دیبیت شده. بعد از او 240,000 افغانی دیبیت شده. و بعد از او که از 50,000 افغانی از این کردیت شده. صحیح است که 560,000 افغانی مجموعا دی اکاونت دیبیت شده. صحیح شده. و 50,000 افغانی از این کردیت شده. 50,000 یا 500,000 افغانستان. 500,000 افغانیسته ببخشید. 500,000. 5 لک و 60,000 دیبیت شده و 500,000 کردیت شده. بالانس از چقدر است؟ 60,000. این بالانس چه رقم است؟ دیبیت بالانس. دیبیت بالانس است. پس ما شما گفته بودیم که همیشه اسید اکاونت های ما شما دیبیت بالانس داره. این بالانس را که میبینین این دیبیت بالانس است. به مو شکلی اکاونت های دیگه است که هیچ ترانزکشن صورت نگرفته مگر نمایش میاد اینجا. یک چه قسم کاستماایز میشه روی از باز ما شما بدن کب میزنیم. دا اوپنینگ بالانس سکیوریتی لیجر ما شما یک ترانزکشن هسته او چیستا که د اینجا کیست ما شما فقط د ای بی بانک اکاونت از چی شده 300,000 افغانی دیبیت چی شده از طریق اوپنینگ بالانس سکیوریتی اکاونت چی شده دیبیت شده دا اینجا بر کریدیت شده. این کریدیت شده به خاطر چی؟ به خاطر ای بی بانک اکاونت دیبیت شده. صحیح شد. و دای ما شما کریدیت بالانس داریم چقدر؟ 300,000 افغانی. منفی اکویتی ما شما سا. صحیح است. ما گفته بودیم که اون اکویتی چه قسم بالانس داره؟ کریدیت بالانس داره. نه اکسپنس و اسید ما شما دیبیت بالانس داره. صحیح شد. چرا منفی نشون خب منفی به خاطر از اینکه پول رفته در بزنس مصرف شده ایده به پس باید ما به اونر بتیم میره پرداخت کنیم. اونر از کس دیگه گرفت از هر جای که کتف مصرف کرده دیجا قرضه گرفته. خب هر چی کرده در بزنس مصرف کرده. صحیح است. از بزنس خودش نبود اوپنینگ بالانس هستی ایره باید بتا پس پرداخت کنه برسون. بر صورت میایم دیگه ده اینجا ببینیم ده عایدات ما شما. ده عایدات ما شما ده فینانشل منیجمنت که هستن ای یک مین اکاونت هستن که ده ای اکاونت های سب هست. یک مین لیجر جور کرده باز دو جه سب لیجر جور کرده. سب لیجر که بنام اکسل اکاونتینگ هستن ای چی شده؟ کردیت شده. بخاطر ای چی کردیت شده؟ کش اکاونت ما شما دیبیت شده. به مو شکل دیگه باز که از پیچ 3 که دیجا یک لیجر جور کرده بنام پیچ 3 ترنینگ ای هم کردیت شده به خاطر چی؟ کش اکاونت دیبیت شده. بعد از کویک بوکس ترنینگ ای هم کردیت شده به خاطر از کش اکاونت ما دیبیت شده. این دی پول رفته ای کردیت شده خود ازی. به مو شکل تمام ترانزکشن هایی که ما شما در اینجا میبینیم ستپ بای ستپ برای ما نشان میده و مکمل دیبیت بالانس ما شما با کریدیت بالانس ما شما چقدر مساوی است. صحیح شد. میم سری ترایل بالانس به خاطر معلوم کردن ترایل بالانس ما شما چی میکنیم؟ میم باز در ریپورت در اکاونت اکاونتنت ان تکسس روی ترایل بالانس کار میکنیم. در ترایل بالانس باز ما اینجا آل انتخاب میکنم. آل ایره کلیک کردم که آل بیه. ما گفته بودیم که اول نام کمپانی میه بعد از اون نوشته میشه ترایل بالانس بعد از اون آل ترانزیشن و تاریخش هم نوشته میشه. این ترایل بالانس به خاطر کدام تاریخ است؟ مارچ تاریخ 18 2000. خب ای از زمین تاریخ تا ده اینجا باید چی میه؟ امو سال میه به کدام سال است؟ صحیح سیجا 20 نوشته کنم فهم خواهی شاید پیریود باشه دیگه. ده اینجا ببین نام اکاونت است ده اینجا دیبیت بالانس شست و ده اینجا کریدیت بالانس شست و ده پایینم توتال نوشته میکنه. ما شما ده فارمت استاندر گفته بودیم. ده ای بی بانک اکاونت ما شما فیل ان کیس اینقدر بالانس داریم و چه قسم بالانس است؟ دیبیت بالانس است. اگر شما متوجه شده باشین ما میایم ده ریپورت د اکاونتنت ان تکسس د جنرال لیجر میم. ما گفته بودیم بالانس ازی میره د کدام جای؟ د ترایل بالانس هارت میشه دوجا. د اینجا اگر شما آل انتخاب کنین ببینین د ای ای بی بانک اکاونت ما شما چقدر بالانس است؟ 5 لک و 91 هزار. و چه قسم بالانس است؟ دیبیت بالانس. این نمی د اینجا نوشته شده 5 لک و 91 هزار افغانی. به مو شکل د کیش اکاونت ما شما فعلا چقدر بالانس است؟ امرای ما شما
در اینجا خب برای ما میگه که 60,000 و باید در جنرال لیجر هم چی باشه؟ 60,000 باشه. در کش لیجر ما شما ببینین چقدر بالانس هست؟ و این دیبت بالانس هست برای ما شما. به مو خاطر اینجا در دیبت سایت نوشته کرده. در اوپنینگ بالانس اکویتی ما شما اینقدر بالانس هست، کردیت بالانس هست. و به مو شکل در اینجا هم کردیت بالانس هست. و در اینجا که شما ببینین دیبت بالانس هست. چون اکسپنس اکاونت ها و اسیت اکاونت های ما شما همیشه دیبت بالانس داره. اینجا میبینین. لی طرف اومده و دیگه اونر اکوئیتی اکاونت کی است از ما شما و ریوینیو یا انکم اکاونت ما شما همیشه چه قسم چی بالانس داره؟ کریدیت بالانس داره. د اینجا ببینید انکم ما شما است، بالانس هاش چیست؟ کریدیت است. و د اینجا برای ما میگه که دیبت بالانس ما شما امرای کریدیت بالانس ما شما چیست؟ انکم است که از اونر اکوئیتی است که انکریز میکنه و دیلیت کریدیت نشه. سایشو دیگه دیبت سایت ما با کریدیت سایت ما امرای ما شما در ترایل بالانس و سرویس این بود تشریح ترایل بالانس. لیجر اول جورنال است، بعد از لیجر است، بعد از ترایل بالانس هر سه شت تشریح کردم. و به مو شکل ما شما روی چی هم گپ زدیم؟ د کمپانی فاینانشال پروفیت اند لاس و بالانس شیت. د پروفیت اند لاس که برای ما شما تمام مصارفات و عایدات نشون میده و د بالانس شیت تمام اسیت کمپانی ما شما برای ما اینجا نشون میده که تمام اسیت ما فعلا چقدر است. برای ما میگه که 651,000 افغانستان. و ای از کجا بعد است اومده 651,000؟ از کس قرض گرفتیم 300,000 افغانی اوپنینگ بالانس بود و 351,000 افغانی نت انکم ما شما است، عاید است که اینمی توتال لایبیلیتی و اونر اکویتی ما مساوی میشه با توتال اسیت ما شما که لایبیلیتی صفر است، هیچ نداریم. صحیح شد؟ و ایره ما شما گفته بودیم که اسیت مست بی ایکوال تو لایبیلیتی پلس اونر اکویتی ما شما. سوال خونه است انشاءالله. ای بود تشریح جورنال، لیجر، ترایل بالانس، بالانس شیت و انکم ستیتمنت در برنامه کویک بوکس.